یک سر بزنیم به دوران صده های میانه. یک واژه وارد دنیای علم میشه که این واژه هست دکتر. در دو کشور، در کشور ایتالیا و در کشور فرانسه، ریشه این واژه دوکر هست. شما حتما شنیدید در زبان فرانسه دوکومانتر، دوکومانتاسیون، دوکومان. این دوک هم مدرکی که ما میگیم مدرک. دقیقا آقای کمالی. به کسی اطلاق میشه که یک آموزگار پژوهشگر هست و سالیان سال طول میکشیده تا این عنوان رو بتونن به دست بیارن. و این یک سنتی میشه در کشورهای لاتین، به خصوص در فرانسه و در کشور ایتالیا. همینطور که ما در تاریخ عبور میکنیم میرسیم به دوران رنسانس، تولدی دوباره، رنسانس، تولدی دوباره. و در این زمان هست که علم یک فصل فوق‌العاده رو باز کرده. اما رنسانس یک شبه به دنیا نمیاد. دنباله روی سنتی هست که پایه های اون در صده های میانه، در دوران تاریکی ریخته شده. بنابراین گرچه از این دوران، از دوران تاریکی یاد میکنیم، اما در این تاریکی روشنایی های هم هست و رنسانس به راستی یک فصل ناگهانی نیست، ادامه دهنده اون صده های میانی هست. آموزگار این معنای دکتر هست، آموزگار پژوهشگر. و گاه این کارهای پژوهشی 10 سال طول میکشیده، یعنی یک جوان وارد دانشگاه میشه و در سنین بالا موفق میشه تا این عنوان رو پیدا کنه. اما زمانی که ما وارد دنیای آنگلو ساکسون میشیم و به خصوص ایالات متحده امریکا، به ناگاه این واژه یک حالت لجام گسیخته پیدا میکنه، از کنترل خارج میشه. یک پزشک، یک روان پزشک، یک داروساز، یک دندان پزشک، یک مهندس، یک خلبان، یک جراح دکتر نیست. دکتر آموزگاری هست که آموزش خودش رو بر پایه پژوهش هایی گذاشته که اون کارهای پژوهشی رو چه مرکز معتبر علمی تایید کردن و نه تنها مرکز خودش. برای مثال اگر سر بزنیم به ایتالیا، بریم به دانشگاه بولونی در قرن 13 فرهیختگانی از جاهای دیگری هم حضور پیدا می کردن تا اون کاندیدا رو به چالش بکشن. که این سنت ادامه پیدا میکنه در فرانسه. برای مثال کاندیدایی در دانشگاه بردو نیازمند شرکت دانشمندانی بوده است، فرض کنید گرنوب یا پاریس، چون طبیعتاً مرکز خود شما ممکنه نسبت به شما یک پیشداوری های به نفع شما داشته باشه. و در هر صورت اون کار پژوهشی شما بایستی منتشر بشه و توسط سایر دانشمندان از اون یاد برده بشه. دو شخصیت بزرگ ما